از نقاشی‌های دیجیتال، کاراکتر، طراحی چهره زیاد استقبال شد و ازم خواسته بودین که براتون انجام بدم. اگر به این موضوع علاقه مند هستید تا انتها این ویدیو رو ببینید. درود، من سارا هستم. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکیل. خبری که این روزا داریم میشنویم جنگ بین روسیه و اوکراین هست و من قرار بود یه نقاشی انجام بدم در رابطه با یک چهره یک زن، اما تغییرش دادم به نقاشی دیجیتال پوتین، چون هر جا که میگرفتم این خبر بود و گفتم که این طراحی رو بهتون آموزش بدم. بریم که آموزش رو با هم ببینیم. من عکس ولادیمیر پوتین رو آوردم توی صفحه، کنترل تور رو میزنم که روی صفحه قفلش کنم و شروع کنم به طراحی صورت این مرد. خب زومش میکنم. ببینید، به جای اینکه من بخوام حالا از پن استفاده کنم و شروع کنم بکشیدم، این بار میخوام از پنسیل تور استفاده کنم. اول میام مو رو میکشم و بعد کلیه این، یعنی شکل کلیه این صورت رو میکشم و بعد جزئیات میپردازم. میام ابتدا با پنسیل تور روی پنسیل دابل کلیک میکنم، این قسمت رو، قسمت فیدلیتی رو روی وسطی قرار میدم و اوکی میزنم، چون نمیخوام زیاد نرم باشه که کرو بشه موقعی که من میکشم دایره خالی نشه و نه خیلی زمخت باشه. خب یعنی من شکل کلی این صورت رو میکشم که این رو اینجوری داشته باشم. خب حالا با آی دراپر از رنگ پوست این آقا میگیرم. ببینید به این صورت که حالا برمیگردم یکم روشنتر باشه، یکم بالاتر و الان خوبه. اینو میام این زیر قرار میدم و چشمش رو برمیدارم. حالا شروع میکنم دوباره با پنسیل جزئیات رو وارد کردم. پنسیل رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا توی ابرو این حالتهایی که حالا تارهای ابرو هست اینجوری به این ور رفته، شما میتونین جدا بکشین و بعد که جدا کشیدین بقیه ابرو رو به این صورت میتونین کامل بکشید. میام این ور من ابرو رو دوباره میام روی مشکی قرار میدم، سفید شد دوباره، مشکیش میکنم. این یکی رو هم انتخاب میکنم با آی دراپر، از این رنگ میگیرم و حالا میام این تارهای ابروی رو که کشیدم و با آی دراپر از مشکی میگیرم، شیفت و اکس رو میزنم که حالت استروک بشه. البته شما رو نخواستم، اینا رو خواستم. و حالا اینا رو میام از این قسمت بالا اولی بیت پروفایل وان رو میزنم و روی دو قرار میدم که عدد که استروکش دو باشه. خب و میام سراغ بقیه اجزا. ببینید اینجا من دوباره با مداد اینجا رو به این صورت میکشم، دوباره اینجا رو هم به این صورت و از این قسمت هم به این صورت. ببینید تمام خطای اینجا رو من با پنسیل با مداد میکشم، چروکای اینجا رو هم حتی باید شما با جزئیات بکشید. من میام همه اینا رو با هم دوباره انتخاب میکنم، از این قسمت روی این یکی قرار میدم و اوپاسیتیش رو اینجا زیاد میکنم که به این صورت باشه و دوباره همه اینا رو دوباره من انتخاب میکنم و از این قسمت، ببخشید من برای این استروک رو همیشه میگم اوپاسیتی، عذرخواهی میکنم، استروک رو اینجوری میبرم بالا و روی اولی قرار میدم. اینا رو هم به همین صورت، ابرو رو نمیخوام، روی دو استروک و یکی گزینه هم روی. حالا کنترل جی رو میزنم که همه رو گروپ کنم. شما اینا رو همه رو گروپ گروپ با هم داشته باشین برای پیدا کردنش راحت ترین. من اینا همه رو با هم گروپ میکنم. خب میام برای بقیه دوباره میام پنسیل رو انتخاب میکنم، یه سری خطا، مثلا خط این قسمت بینی رو میکشم و دوباره این قسمت رو هم کلن داخلش رو پر میکنم، شیفت و ایکس میزنم و این قسمت رو هم به این صورت، این قسمت رو هم از اینجا میخوام. این لب رو کلن اینجوری بهش وصل کنم. حالا یه دونه خط هم اینجا قرار میگیره. خب خوبه.
میام این قسمت رو هم به این صورت میکشم. و دوباره با آژاپر از این بگیرم. اینجا رو هم دوباره به این صورت که این حالتی بشه. خب من این چشمشو بعد ببینید. طرح کلیش این شد. و حالا شروع میکنیم به جزئیات. البته گوشش مونده. اینجا ببینید یه سری خطای اینجوری هم داخل گوش ایشون باید بکشیم. ببینید این قسمت رو هم من میکشم. یه دونه خط هم اینجا داره. این بر گوشش مشخص نیست. ببینید اینطوری شده. خب من میام این قسمت گوش رو هم دوباره کنترل جی میزنم. گروپش میکنم. ببینید کارهایی که ما الان انجام دادیم فعلا پایه کاری که انجام دادیم کشیدن اون خطوط بود. خب و حالا برای اینکه شما فعلا این خطوط رو جدا داشته باشین، یعنی من میدونم میام همه اینا رو با هم گروپ میکنم که یه خطوط رو جدا داشته باشین و بعد سایه های روش رو هم جدا داشته باشین. ببینید من الان میخوام اینجا یه دونه نیو میسازم. این بالا همه اینا رو میکشم میندازم داخل این نیو، یعنی عکس رو ما اینجا جدا داشته باشیم و این یکی طرف هم جدا. بالای این دوباره یه دونه لایر جدا میسازم به خاطر که میخوام شروع کنم به سایه دادن. قراره تو کانال ساره اسکیل نقاشی های دیجیتال، حالا چه کاراکتر شخصیت واقعی باشه چه کاراکتر کارتونی باشه، گذاشته بشه. در آینده بسیار زیاد خواهم گذاشت. اگر به این موضوع علاقه مند هستی و هنوز توی کانال سابسکرایب نکردی، کافی دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون علامت زنگوله رو هم فعال کنید که هر زمان ویدئوی جدید گذاشتم از این سبک طراحی بهت نوتیفیکیشن ارسال بشه و تشریف بیاری ویدئوی جدید رو ببینید. خب ما این طرح خطیشو کشیدیم، حالا میخوام بریم سمت سایه. ببینید این قسمت من میام یه دونه لایه اینجا بالای این خطی من ایجاد میکنم، لایه 4، و میام این صورت رو اینجوری روشن میکنم. خب با آژاپر رنگ این پوست صورت رو که انتخاب کردیم میگیرم، روش دابل کلیک میکنم و اینجا میام تیرگیش رو بیشتر میکنم. ببینید این رنگ میخوام باشه، این رنگ اوکی رو بهش میدم و حالا رنگ صورت رو اینجا چراغش رو خاموش میکنم، روی لایه 4 قرار میگیرم و دوباره میام پنسیل رو انتخاب میکنم که تیره ترین رو بگیرم. ببینید از تیره ترین سایه شروع کنید به طراحی کردن. ببینید اینجا الان تیره تر از بقیه جاها هست. میام پنسیل رو انتخاب میکنم، این جاها رو که زیر ابرو هم قرار میگیره با پنسیل به این صورت حالت تیره خیلی داره، میبینید اینجا رو به این صورت میگیرم و میام این رنگ تیره ترین رو میگیرم. ببینید روی لایه 4 قرار گرفته و دوباره اینجا رو هم میبینید، اینجا هم یه حالت خیلی تیره اینجا داره و دوباره این رنگش رو میگیرم و میام این قسمت زیر ابرو هم به این صورت. خب الان این قسمت بینی رو میبینید، این زیر بینی اینجا هم ببینید باید دقیقا زیر اون خطی که کشیدیم، این خطایی که کشیدیم انجام بشه. اینجا رو میبینید زیر، حالا وصل شد به این بهتر. اینجا هم یه تیره داره، اینجا ببینید این قسمت تا اینجا خیلی تیره شده، روش کلیک میکنم. این قسمت دهن اینجا رو دوباره رنگ میدم. ببینید این قسمت زیر لب بازی تیرگی اینجا داره، اینجا هم بنده. یه قسمت گوش، ببینید قسمت گوش رو شما طبق اون خطی رو که ببینید تیرگی شدید اینجا داره، طبق خطی رو که الان ما کشیدیم برای گوش میتونیم اینجا بهش تیرگی بدیم. من برمیگردم از اینجا که تیرگیش رو به این یکی خط رو وصل کنم که اینجوری باشه و داخل گوش رو هم ببینید اینجا. خب
زوم اوتش میکنم، این چراغ رو بردارم، من یه دقیقه اینو روشن کنم. ببینید اینجا تیرگی به این صورت شد. حالا میام چیکار میکنم؟ میام دوباره رنگ پوست رو اینجا داریم، دوباره روی آی دراپر میزنم این رنگ رو، بعد خالص روی رنگ پوست میزنم، دوباره روی این پالت دابل کلیک میکنم و یک مقدار رنگ رو روشن‌تر میکنم، نه به تیرگی اون یکی. و حالا میام بالای لایه 4 دوباره یه لایه 5 ایجاد میکنم و شروع میکنم به جاهایی که سایه داره. ببینید سمت چپ این صورت سایه داره، سمت راستش نور افتاده. دوباره من پنسیل رو انتخاب میکنم، ببینید این قسمت سایه افتاده یه شکل کلی این سایه رو من میکشم. ببینید سایهش اینجاها هست، دقت میکنید اینجاها سایه داره، ببینید از اینجا اومده و به اینجا وصل شده. حالا من این رنگ رو میام از رنگی که جدید ساختیم میگیرم. ببینید من اگه بخوام اینا روشن کنم میبینید به این صورت شده. حالا دوباره این رو من برمیدارم، جاهایی رو که دوباره اینجاها، ببینید این قسمت دوباره تیره هست، از این رنگ دوباره استفاده میکنم و دوباره جاهای سایه پیدا کنم. ببینید این قسمت هم هست، خب تا اینجا اینو ما کشیدیم. من دوباره یه لایه دیگه میخوام ایجاد کنم. خب ببینید من بالای لایه 5 دوباره یه دونه لایه دیگه، لایه 6 رو میذارم و حالا میخوام این تیکه که من اومدم این رنگ رو بهش دادم، خب دوباره این قسمت یکم سایه روشنتر از این قسمت، میام پنسیل رو انتخاب میکنم برای لایه جدید. ببینید دوباره من از اینجا، خب از اینجا شروع میکنم به کشیدن. این تیکه رو هم به این صورت و به این یکی وصلش میکنم. میام با آیدراپر از این رنگ اینوری میگیرم، روش دابل کلیک میکنم و یک مقدار تیره ترش میکنم. ببینید نسبت به این صورت. خب که حالا من دوباره یه ادیت اینجا داشته باشم، ببینید دوباره من روی لایه جدید با آیدراپر از رنگ این میگیرم، یه کوچولو فقط دوباره تیرش میکنم. میبینید یکم تیره تر شده، البته یکم دیگه یکم تیره تر شده، الان بهتر. خب رنگ صورت رو بر میدارم و میرم برای بقیه جاها، دوباره میام این قسمت پنسیل رو انتخاب میکنم. خب یه سری جاهای دیگه میخوام تیره تر بشه، کجا هست؟ سمت چشمش هست. میبینید دوباره من میام این قسمت سمت چشم رو انتخاب میکنم. خب تا اینجا کارمون تموم شد، حالا میریم برای سفیدی. برای سفیدی که رو صورت میخوام قرار بگیره، من دوباره این قسمت رو کلیک میکنم، بالای 4 یه دونه لایه دیگه میسازم، یه بالای 7 افتاد میندازمش اینجا، روی 4 نگه میدارم، دوباره پنسیل رو انتخاب میکنم، جاهایی که روشن هست، خب خیلی روشن هست. ببینید یکی روی بینی هست، اینجا دوباره من میام با پن، ببینید جایی رو که سفید هست کامل، خب یعنی نور افتاده، و من میام با آیدراپر از روشن ترین رنگ یعنی این رنگ میگیرم، روش دابل کلیک میکنم و میرم به سمت روشنایی. ببینید این رنگ بهش بدم، ببینم سفیدیش چطوره، یک مقدار روشن تر. خب الان خوبه، حالا دیدم اگه روشنش کمه، چون ما داریم لایه لایه درست میکنیم دیگه، حالا بعد دوباره میتونیم تغییر رنگ بدیم. دوباره روی
پنسیل کلیک میکنم. اینجا یک مقدار روشنه. خب زومش میکنم برای چشم. زومش میکنم برای چشمش. من دوباره میام این بالا یه لایه میسازم. حالا الیپس رو انتخاب میکنم و یه دونه الیپس اینجا قرار میدم. یکم دوباره زومش میکنم. شیفت و ایکس رو میزنم که اول ببینم چشمه به چه صورت هست. خب ببینید بالا پایینش رو میبینید. میتونم با پن شیفت رو نگه دارم. میتونیم پن رو اینجوری بکشیم. خب یه دونه هم دوباره اینجا بکشیم. خب میام حالا این و این و دایره رو انتخاب میکنم. با شیپ بیلدر اینجا رو کلن حذف میکنم. این قسمت رو هم حذف میکنم. این تیکر رو ما میخوام. با آیدراپر میام از رنگ چشم میگیرم. خب که این رنگی هست. یکم بیاریمش پایین. شیفت و ایکس رو میزنم. حالا فعلا دوباره من الیپس رو انتخاب میکنم و با آیدراپر از داخلش رنگ میگیرم. دوباره شیفت و ایکس رو میزنم که فعلا ببینیم. خب دوباره یه دونه دایره دیگه میخوام. این دایره رو من میکشم میذارم اینجا سفید هست و شیفت و ایکس رو میزنم. روش دابل کلیک میکنم و سفیدش میکنم. این یکی هم شیفت و ایکس. این یکی هم شیفت و ایکس. این چشم رو به این صورت کشیدیم و حالا میتونم با پن داخل این چشم رو هم وصل شد به اون یکی بذاریم. من این خطر رو قفل کنم که به اون وصل نشه. خب یه چشم خودمون اینجا هم این رو به رنگ سفید میذارم چه چشمش سفیده و چشم سفید رو میام این پد رو زیر اینا قرار میدم. خب خب خوبه. حالا این رو بردارم ببینم این گوشه یه قرمزی هم داره. میبینید من چراغ این رو بردارم. یعنی اینجا دوباره میام با پن میکشم. با پنسیل میکشم. یعنی اینجا یه قرمزی داره. خب میتونم با آیدراپر از این رنگ بگیرم و این رو روشن کنم که این شکلی بشه. بگیرم. خب میام برای لبش. من دوباره میام این قسمت پنسیل رو انتخاب میکنم و قسمت این بالای لب رو میکشم. خب که به این صورت باشه. خب برای این من یه دونه باید جدا بسازم. دوتا رو داخل این میندازم که حالا لبش جدا باشه. ببین این پایینی رو انتخاب میکنم. با آیدراپر از این رنگ میگیرم و بالایی رو انتخاب میکنم و با آیدراپر از این رنگ میگیرم که یک مقدار رنگ رو میبرم به سمت قرمزی. اینجوری بهتره. یکم لبا قرمز باشه. این یکی رو هم یک مقدار به سمت قرمزی ولی به این صورت باشه. این دوتا چشمش رو برمیدارم. دوباره پنسیل رو اینجا انتخاب شده هست و میام این قسمت رو ببینید قسمت این اینجا رو ببینید یکم تیره تر هست. ببینید این قسمت من میخوام به این صورت باشه. خب و حالا روشن میکنم. ببینید این انتخاب که کردم با آیدراپر میتونم از رنگ بالایی بگیرم اما روش دابل کلیک کنم و یک مقدار رنگ رو تیره تر کنم. ببینید بالای لب میخوام یکم تیره تر باشه به این صورت. خب چراغش رو خاموش میکنم. ببینید یکم این بالاتر هم تیره هست. ببینید این قسمت. این قسمت رو من دوباره به این صورت میکشم. خب دوباره اینا رو روشن میکنم.
انتخابش میکنم، با آیدراپر از این زیریه میگیرم ولی این بار روشن ترش میکنم. خب میام برای لب پایینی. برای لب پایینی من دوباره میام چراغش رو اینجا بر میدارم، البته اینا رو بر میدارم. خب دوباره میام قسمت انتخابش میکنم. ببینید این قسمت دوباره همونجور که داریم میبینید، میبینید این رنگ های اینجا همونجور که من دارم دقیقا از روی سایه میرم به این صورت هست، اینجا رو هم به این صورت و بر میگردم. این قسمت ها تیره تر هست و میام به این وصلش میکنم با آیدراپر. میام از این رنگ میگیرم و یک مقدار رنگ رو تیره تر میکنم. ببینید خب من همه اینا رو خاموش میکنم. ببینید یه سری سفیدی ها اینجا ما داریم، من دوباره میام پنسیل رو انتخاب میکنم. ببینید صورتش رو میذارم. ببینید من چراغ خاموش میکنم، این صورت به این شکل شد. حالا موهاش رو هم اینجا ما اومدیم چراغش رو خاموش کردیم، مشخص نیست. ببینید به این صورت. حالا من میتونم این قسمت بالا اینجا رو هم ترتیبش رو بدم. این قسمت کتش رو بخوام شروع کنیم و طراحی کردن، من دوباره یه دونه نیو دیگه میسازم و شروع میکنم دوباره با پنسیل دوباره کشیدن. خب ما تا اینجا طراحی چهره آقای پوتین رو انجام دادیم. قبل از اینکه بخوایم بریم به طراحی کت بپردازیم یه نکته بهتون بگم. شما توی نقاشی‌های دیجیتال میتونین هم از پن تول استفاده کنین هم براش، که من توی این ویدیو از پنسیل تول استفاده کردم. ببینید شما برای طراحی مثلا مو میتونین با پن یه سری طرح‌ها رو بکشین که حالا هر مدل موی یا هر طرحی رو میخواین داشته باشین اون رو داخل براش ببرین و به عنوان یک براش ازش استفاده کنین. من یه طراحی مو انجام دادم، اینجا لینکش رو براتون میذارم، اگر دوست داشتین میتونید ببینید. حالا بریم طرحمون رو تکمیل کنیم و بعد.
از اونجایی که آقای پوتین بور هستن، یه سری خطای مشکی که ما اینجا کشیدیم، میبینید اون فولدر چیز لایر اولی که فقط خط بود، اونو باید به صورت حالا قهوه‌ای تیره بزنیم که اون بوری رو نشون بده. من میام روی این خط کلیک میکنم و روی استروک هم دابل کلیک میکنم. اینو این قسمت میام قسمت تیره ترینش رو من اینجا انتخاب میکنم که به این صورت باشه. یک مقدار دیگه روش کلیک میکنم و یه کوچولو بیاد پایین تر. اینجا کدش رو برمیدارم، کنترل سی رو میزنم، کدش رو بردارم. ببینید روی موهای آقای پوتین میبینید که یه راه را، یعنی ما باید روی هر مویی که طراحی میکنیم باید حتما اون حالا تارهای مو هم انجام بشه. ببینید من میام دوباره از این قسمت پنسیل تو رو انتخاب میکنم، روی مو ببینید به این صورت هست. البته اینجا من باید یه دونه لایه بالای 15 من یه دونه لایه خود دوباره شروع کنم به کشیدن. ببینید من اینو ببندم، میتونیم یه همچین حالتی اینجوری بهش بدیم که البته این به اونور نیست، این حالتی داره. ببینید این شکلی هست. خب حالا من همه اینا رو توی لایه انتخاب میکنم، میکشم میذارم اینجا. فعلا میام از این رنگ میگم شیفت و ایکس رو میزنم از استروک باشه و حالا من میخوام استروک اینا رو برای اینکه بخوام اون تار مو رو نشون بدم حتما باید بهش گرادینت بدیم. روی گرادینت کلیک میکنم، استروک رو میارم رو و گرادینت رو میزنم. روی این گرادینت دابل کلیک میکنم و از این قسمت روی RGB قرار میدم و این قسمت کنترل V رو میزنم که اونجا رنگ رو بهم بده. البته من میخوام از رنگ این رنگ رو بگیرم. دوباره کنترل C رو از اینجا انتخاب میکنم و میام اینجا تارهای مو رو انتخاب میکنم، اینجا روش دابل کلیک میکنم و اینجا کنترل V رو میزنم و دوباره این قسمت هم میکنم، روی صفر قرارش میدم، یه دونه دیگه اینجا میزنم. خب این یکی رو روی ببخشید روی 100 قرار میدم و این یکی سمت راستم روی صفر قرار میدم. ببینید من میخوام به این صورت باشه. خب اینجا ببینید موقعی که من انجام دادم من استروکش رو زیاد کنم، این قسمت بالا رو هم روی ویت قرار میدم. ببینید به این صورت شد که شما میتونید دونه دونه اینا رو بزنید روی موی حالا کاراکترتون، اون شخصیتی که انجام دادین. رنگ چشم آقای پوتینم یه جورایی سبز آبی هست. خب میام چیکار میکنم؟ این رنگ چشم این ور روش کلیک میکنم پیداش کنم، اینجا هست. خب ببینید این رنگی رو که اینجا انجام دادیم من روش دابل کلیک میکنم، میارمش به سمت سبز آبی، یعنی اینجاها. خب اینم از طراحی چهره آقای پوتین. امیدوارم که هیچ جای دنیا هیچ جنگی نباشه و همه در صلح و آرامش باشن. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید. اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله رو هم فعال کنید تا هر زمان ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه و اولین نفر شما باشین که ویدیو جدید رو میبینید.